این هفته میبینیم هوش مصنوعی چطور کار ایجاد میکنه، چطور جریان سازی میکنه و چطور کریکت بازی میکنه. هوش مصنوعی، چیزی که میگن دنیا رو تسخیر میکنه. برنامه‌های کامپیوتری که از تجربه‌های پیشین درس میگیرن، بهتر میشن و گاهی راه حل‌هایی پیدا میکنن که به ذهن ما آدم‌ها نمیرسه. واقعیت اینه که این روزها هوش مصنوعی کم کم از عهده کارهایی برمیاد که تا حالا فکر میکردیم صرفاً از پس انسان‌ها برمیاد. داره رانندگی یاد میگیره، یاد میگیره بازی کنه، نقاشی میکشه و حتی زبون ما رو میفهمه. حدوداً هر 10 سال یک بار یه نقطه عطف داریم که کامپیوترها توی کاری از انسان جلو میزنن. سال 96 شطرنج بود و گری کاسپاروف. پارسال بازی گو بود با لیس دول و خب به عنوان آدمیزاد حق داریم نگران بشیم. این اتفاقها نشون میده که هوش مصنوعی بسیار پیشرفت کرده و در بعضی کارهای مشخص فوق العاده از بشر بهتره. در ضمن میتونه مدام خودش رو بهتر کنه، ولی مسئله اصلی هوش عمومیه، نه خاص. اینکه در کارهای مختلف هوشمند باشه، این به مراتب پیچیده تره، خیلی سخته. تصور ما اینه که دهه ها طول میکشه. یه موقعی میگفتن به هر حال اگر بخوای به ماشین یاد بدی کاری بکنه باید مدام برنامه بنویسی. حالا اما اگر بهش قابلیتی یادگیری بدی دیگه اینطور نیست، میتونه حتی از کارکردی که در ابتدا براش در نظر گرفته شده بود فراتر بره. تردیدی نیست که هوش مصنوعی تونسته دست کم در بعضی مشاغل جای آدم رو بگیره. در بخش‌های بعدی برنامه به این موضوع می‌پردازیم. اما بریم سراغ پدیده‌ای که در برخی کشورهای در حال توسعه اخیراً دیده میشه. هوش مصنوعی به جای اینکه شغل آدم‌ها رو بگیره داره براشون شغل ایجاد می‌کنه. داستان از این قراره که هوش مصنوعی برای یادگیری نیاز به یک عالمه داده داره. مثلا ماشین خودران وقتی که تصاویر اطراف رو میگیره باید تمام اجزای اون تصویر برچسب گذاری بشه و معلوم بشه که اینا چی هستن. این کاری که انجام میده انسان. بریم سراغ دیولی و گزارشش از جایی که داستان هوش مصنوعی واقعا داره از اونجا آغاز میشه. اینجا زاغه های کیبرا در نایروبی پایتخت کنیاست. بیش از 1 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن. فاصله اینجا تا محله های سرسبز سیلیکون ولی حدود 16000 کیلومتره، ولی به نظر میاد اینجا اصلا دنیای دیگه ایه. سلام. آدمهایی رو که اینجا قرار ملاقات کنم به اندازه هر اهل فنی که ممکنه تو کالیفرنیا ببینین در ساختن موج بعدی فناوری نقش دارن. برادرت هم اینجا زندگی میکنه؟ بله، برادرم، دخترم و مادرم. خرج همه رو تو میدی؟ بله، خرج همه شون با منه. این برنداست، 26 ساله. همه عمرش رو تو کیبیرا زندگی کرده و داره بچهش رو بدون پدر بزرگ میکنه. چه حسی داری که داری چیزی خلق میکنی که آینده رو دگرگون میکنه؟ حسش خیلی خوبه. حداقل آدم کاری میکنه که خیلی با کاری دیگه فرق داره. کاریه که میدونی یه موقع به دردت میخوره. حتی اگر به درد من نخوره، در آینده به درد یکی میخوره. برندا هر روز حدود 2 ساعت از این سر نایروبی میره اون سر شهر. با حدود 2000 نفر دیگه توی این ساختمان ساماسورس کار میکنن. ساختمانی که نیروی کارش رو از محرومترین جاهای دنیا جذب میکنه. بعضی از این آدم ها پیش از این با ماهی 2 دلار زندگی میکردن، ولی اینجا روزی 9 دلار میگیرن و کار مهمتری انجام میدن. در واقع با کار این آدم هاست که هوش مصنوعی به هوشی که نیاز داره میرسه. بعضی وقتا هوش مصنوعی شبیه شعبده بازی میمونه، ولی در حقیقت چیزی نیست جز اقیانوسی از داده. برای اینکه یه ماشین خودران بدون آدم چیه، باید تعداد زیادی عکس آدم بهش نشون بدی. اگه بخوای بفهمه درخت چیه، باید میلیون ها عکس درخت بهش نشون بدی. به این کار میگن ترینینگ دیتا یا داده آموزی، و اینجاست که داده ها تولید میشه. با توجه به دستورالعملی که بهمون میدن، چیزای مختلف رو نامگذاری و دسته‌بندی می‌کنیم. آها. از خیابون گرفته تا ماشین، تا ساختمون، حتی آسمون.
خب چطوره؟ خوبه. خوبه؟ آره. ولی خیلی درست نبود. نه خیلی. چرا؟ اون باید درست وسط این مربع باشه. یعنی وقتی بزرگش میکنیم. ظاهراً حتی از یک پیکسل هم نمیشه صرف نظر کرد. آسمون، تابلوی خیابون، آبر پیاده، خط‌کشی‌ها، همه چی باید تگ بشه. وقتی انجام شد، یه ناظر کل کار رو کامل بررسی میکنه. سریع‌ترین و دقیق‌ترین کارمندها تخفیف یا کوپن خرید و اینجور چیزا جایزه میگیرن. سماسورس به قول‌های فناوری مثل گوگل، ایبی و یاهو خدمات میده و به انبوهی شرکت‌های دیگه از تولیدکننده ماشین خودران گرفته تا فروشگاه آنلاین. یکی از پروژه‌های اخیرشون مال موتور جستجوی بینگ مایکروسافت بود که با هوش مصنوعی انواع مختلف لباس رو بهتر تشخیص میده. ساختمان سماسورس از خیلی جهات شبیه ساختمان‌های سیلیکون ولیه. مثل اونا غذای ارزون هم به کارمندها میده. جالب اینجاست که 52% کارکنان زنند. اون هم در کشوری که داشتن یه بچه کافیه که دیگه نتونه بری سر کار. خیلی ها میگن وقتی مرد استخدام میکنی عملا داری خانوادش رو هم کمک میکنی، ولی وقتی زن استخدام میکنی اون زن هم خانوادش رو میگردونه، هم به اقوامش کمک میکنه. در نتیجه وقتی برای زنان فرصت کار ایجاد میکنی، تاثیرگذاری در جامعه بیشتره. بیشتر کارمنداش توی کشورهای در حال توسعه‌اند، ولی ساختمان مرکزی شرکت در منطقه میشن سان فرانسیسکو است. 10 سال پیش که این کار رو راه انداختم، آدم‌های خیلی باهوشی، چه از اهل فن چه از خیرین، گفتن فکرم خیلی خوبه ولی عملی نیست. لیلا معتقد کارنامه شرکتش در بخش کیفیت و امنیت دو عاملیه که باعث میشه شرکت‌های بزرگ بیان سراغش. و البته روشنه که به لحاظ مالی هم شرکت‌ها ترجیح میدن کارشون رو بفرستن جاهایی که دستمزد خیلی پایینه و مردم میخوان به هر قیمتی کار کنن. بعضی از مشتریای شما از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت‌های دنیا واقعا نمیتونن بیشتر از روزی 9 دلار به کارمندا بدن؟ ما به تک تک کارکنان ساماسورس تضمین میدیم که دستمزدشون برای زندگی کافی باشه. اگه خیلی بیشتر از این بدیم، ممکنه در بعضی بازارهایی که کار میکنیم، یعنی در مناطقی که کارمندهامون زندگی میکنن، همه چی به هم بریزه و اساساً ممکنه روی بقیه قیمت‌ها اثر منفی داشته باشه. از مسکن گرفته تا خوراک و غیره. شما در نظر بگیر که کسی که برای ما کار میکنه، درآمد خانوارش به طور میانگین 500% بیشتر میشه. تأثیر کار سماسورس رو میشه درست وسط کیبرا دید. یه جا وسط زاغه ها کلاس مبانی دیجیتال برگزار میکنن. آدمایی که اینجا مشغولن معمولاً یکی دو سال بیشتر اینجا کار نمیکنن، ولی همون یکی دو سال هم شروع خوبیه برای کارهای بهتر. It has changed my everything. این کار همه چی من رو عوض کرد. نگاهم رو عوض کرد. باز شده ورای زندگی که داشتم رو ببینم. وقتی شروع کردم محل زندگیم خیلی بد بود. الان به مراتب بهتر شده. یعنی کیفیت زندگیت بهتر شده؟ قطعاً بهتر شده. به نظرم شرکت‌هایی که این آدم‌ها رو به کار می‌گیرن وظیفه اخلاقی دارن که به ایمنی و رفاهشون توجه کنن. ما هم به عنوان کسانی که از محصول کار این آدم‌ها استفاده می‌کنیم تو این وظیفه اخلاقی شریکیم. برای اینکه هوش مصنوعی حالا به این جور جاها نمی‌رسه، ولی دست کم آدم‌ها دارن آموزش می‌بینن. مشخصاً اینجا تو کنیا نه فقط معلم هوش مصنوعی به دست می‌آورن که کلی متخصص هوش مصنوعی هم تحویل می‌گیرن. این هفته ارزش بیت کوین به پایین ترین حدش از سال 2017 رسید و نگرانی هایی در مورد آینده این ارز رمز ایجاد کرد. بعد از انتقادها در مورد معطلی طولانی و دسترسی محدود به خودروهایی که میتونن صندلی چرخدار حمل کنند، اوبر وعده داده تا در 6 شهر بزرگ در عرض کمتر از 15 دقیقه برای افرادی که از این صندلی ها استفاده میکنند خودرو بفرسته. مارک همیل، بازیگر جنگ ستارگان، با همکاری شرکت فناوری اوپن بایونیکس برای کودکانی که در جهان با اندام‌های متفاوت زندگی می‌کنند، پیام امیدوارکننده‌ای فرستاده. Remember, Luke lost his hand to Vader, but that didn't stop him from defeating the Empire. این هفته همینطور ناسا بالاخره تصمیم گرفت که 2020 مارس روور خودش رو به کجای مریخ بفرسته. اونا امیدوارن که این محل سرنخ‌هایی از حیات در گذشته‌های دور این سیاره به ما بده.
ناسا همینطور بررسی ایمنی محل کار در شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ رو آغاز کرده. این دو شرکت قراردادهایی دارن تا احتمالاً در سال 2019 فضانوردان رو به ایستگاه بین‌المللی فضایی برسونن. منابع نزدیک به این تحقیقات میگن این اقدام وقتی شروع شد که در پادکستی که ماه سپتامبر منتشر شد، ایلان ماسک مؤسس اسپیس اکس در حال کشیدن ماریجوانا دیده شد. و در نهایت کره جنگلی اندور رو فراموش کنید. در استان دوون در بریتانیا یک مرد محلی یک ماکت 4.5 متری از ATST امپریال واکر در کنار جاده‌ای نصب کرده، جایی که امیدوار بود به یک جاذبه توریستی تبدیل بشه. حالا بعد از صرف 400 ساعت و حدود 4000 پوند از طرف شهرداری محل دستور گرفته تا بساطش رو جمع کنه. خب بازم میخوایم بریم سراغ هوش مصنوعی و این بار رابطه هوش مصنوعی و ورزش. کریکت یکی از اولین ورزش‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده کرده. کلی ابزار پیشرفته بصری وجود داره که به داور در این زمینه کمک میکنه. اما کاپیتان سابق تیم ملی کریکت هند فناوری ابداع کرده که به تماشاچی کمک میکنه بفهمه بازیکن با چوبی که دستشه دقیقاً چی کار میکنه. ما دیوید رید رو فرستادیم به مومبای تا از ماجرا سر در بیاره. دیدین آدم بعضی وقتا فکر میکنه توی کار خیلی خوب بوده ولی نبوده؟ حکایت من و کریکت دقیقا همینه. تازه فکر کنین انیل کومبله اسطوره کریکت هند هم کنارم بوده و یه چیزایی به هم یاد داده که این شدم. مهمترین عامل موقع ضربه زدن سرعت حرکت چوب و پیچش چوب در لحظه برخورد و البته کیفیت ضربه، اینکه چقدر به نقطه ایدئال نزدیکه. نکته اینه که الان با هوش مصنوعی میشه سرعت و پیچ و فاصله با نقطه برخورد مطلوب رو اندازه گرفت. اسم ابزاری که ساختن پاور بته. سازندش هم شرکت اسپکتاکومه که صاحبش خود کومبل است. اصل کار رو یه برچسب انجام میده که پشت چوب میچسبه. زیرش رو اگه نگاه کنین یه تعداد حسگر داره و یه فرستنده بلوتوث. غیر از این یه حسگر موقعیت سنج هم داره که پیچش چوب رو اندازه میگیره یا در واقع زاویه حرکتش رو توی فضا میسنجه. سرعت رو هم که طبعاً اندازه میگیره. این هم یه حسگر دیگه است که ارتعاش رو میسنجه. با این میشه تشخیص داد که محل برخورد توپ با نقطه مطلوب چقدر فاصله داشته. به طور خلاصه برچسب سرعت و پیچش و کیفیت ضربه رو اندازه میگیره و ارسال میکنه. بعد این عددها رو با قدرت ضربه ترکیب میکنن. در واقع یعنی انرژی که برای ضربه صرف میشه. هدف سازنده اینه که به من کریکت دوست کمک کنه بهتر بفهمم تو زمین چه خبره. اولین خاصیتش اینه که تماشاچی بیشتر درگیر مسابقه میشه. همه کسایی که کریکت نگاه میکنن از زمانبندی ضربه و قدرت ضربه و اینجور چیزها حرف میزنن، ولی اینجوری هر لحظه میشه با عدد و رقم دید ضربه دقیقاً چطور بوده. نسخه آماتور پاوربت مستقیم با بلوتوث به موبایل وصل میشه، ولی چون توی مسابقه های حرفه‌ای نمیشه موبایل برد، در نسخه حرفه‌ای کل داده ها از طریق ابزاری که پشت چوب های هدف قرار گرفته فرستاده میشه. به طور خلاصه سیستم حرفه‌ای اینجوری کار میکنه. داده ها از روی این برچسب که پشت چوبه فرستاده میشه به یک گیرنده‌ای که زیر زمین مخفی شده. اگه خوب دقت کنین آنتنش این تیکه از زمین زده بیرون. داده ها رو با این کابل میفرستن روی کلاود و از اونجا به بعد الگوریتم ترتیب کارها رو میده. ممکنه نهایتاً داورها هم از نسخه حرفه‌ای پاوربت استفاده کنن، به خصوص اگه مفسرهای تلویزیونی که لیگ هند رو گزارش میکنن به تصمیم‌های غلط داور اشاره کنن. ولی اپلیکیشن موبایل بیشتر مال علاقمندان کریکت و بازیکن‌های آماتوره که میخوان بهتر ادای قهرمان‌ها رو در بیارن. اون طرفداری که چشمش به ورزشکار محبوبشه چجوری باید پیشرفت کنه؟ میتونه از اون قهرمان تقلید کنه؟ میتونه با اون شدتی که اون ضربه میزنه ضربه بزنه؟ شما میتونی؟ به نظرم میتونی. آخر کار انیل دلش سوخت گذاشت ببرم. البته علکی بود ولی همونش هم خیلی کیف داشت. به هم خوش گذشت. یه ذره اینجا رو ببینیم. دیدی؟ همون بار اول زدی. اینم از دیوید رید از مومبای. اما بریم سراغ موت.
تقریبا همه موقعی یه تیپی میزدن که الان اگه نشونشون بدی ازش خجالت میکشن، البته به جز من. امیلی بیت گزارشی درست کرده که آدم رو امیدوار میکنه که دیگه اینجور فجایع تو تیپ و لباس آدم پیش نیاد. دنیای مد در حال تغییره. بعضی فروشگاه‌ها هر هفته لباساشون رو تغییر میدن که بروز باشن. در همین بریتانیا مردم هر سال حدود 300 هزار تن لباس دور می‌ریزن، یعنی معادل 1.5 میلیارد تیشرت. به همین خاطر صنعت تولید لباس داره میره سراغ هوش مصنوعی که شاید بتونه از اسراف کم کنه. خیلی از شرکت‌ها از هوش مصنوعی کمک می‌گیرن که پیش‌بینی کنن مردم چی ممکنه بخرن. اگه بتونن پیش‌بینی کنن، لباسی رو که مردم قرار نیست بخرن تولید نمی‌کنن و در نتیجه دورریز کمتر میشه و سودشون بیشتر. ولی سوال اینه که فناوری آیا واقعاً می‌تونه ظرایف دنیای مد رو پیش‌بینی کنه؟ شرکت ژاپنی فشن پاکت فکر می‌کنه که میشه. کار این سیستم اینه که هر چقدر بتونیم از همه جای دنیا اطلاعات در مورد لباس جمع میکنیم. جریان‌های مختلف رو هم بررسی میکنیم. ببینیم تغییرات مد چیه. تا حالا بیش از 25 میلیون عکس جمع کردیم که باهاش میتونیم سری تحولات پوشاک رو در کل دنیا با جزئیات تحلیل کنیم. فشن پاکت مدعیه که بر مبنای این داده ها میتونه مد 6 ماه دیگه رو پیش بینی کنه. دونستن مد بعدی میتونه دورریز رو کم کنه، یعنی تولید کننده فقط جنسی تولید میکنه که میدونه مردم میخرن، جنسی که با سیر کلی مد همراستاست، با سایت هایی که مردم بیشتر سر میزنن، جنس هایی که بیشتر روش کلیک میکنن. With the feeds that people are, you know, looking at, that they are clicking on. Clients are basically using this information like a planning process. مشتریای ما در حقیقت از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی استفاده می‌کنن. یعنی هر شرکت بر مبنای تحلیل داده‌ها تصمیم می‌گیره که فصل بعد چه جنسی تولید کنه و بده بیرون. هوش مصنوعی رنگ، شکل، طرح و اندازه و همینطور ترکیب کلی لباس رو از روی تصاویر تشخیص میده. بعد همه این داده ها تحلیل میشن تا مد لباس رو بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی نشون بده. خب این داره میره بالا، یعنی بنفش خیلی مد نبود ولی الان داره مد میشه. نکته خیلی مهمیه. دیگه فقط بنفش میپوشم. دقیقاً. به خصوص در ژاپن. الان کسی آبی نمیپوشه. قبلا میپوشیدن؟ بله میپوشیدن. ولی آبی دیگه از مد افتاده. کاملا. آبی دیگه بسته. آبی دیگه بسته. همیشه اینجوری بوده که مارک ها مد فصل آینده رو تعیین میکردن. یعنی طراح مدتی تحقیق میکرد، میرفت سفر، الهام میگرفت و بعد محصول رو توی شوی مد عرضه میکرد. به نوعی تکلیف مصرف کننده رو تعیین میکرد که فصل دیگه مد اینه. ولی الان دیگه اینجوری نیست. مارک محوری تبدیل شده به مشتری محوری. اما اگه قرار باشه مصرف کننده مد رو تعیین کنه، فقط همون چیزی رو که دوست داره انتخاب میکنه. آیا این جلوی خلاقیت طراح رو نمیگیره؟ اتفاقا وقت طراح رو بیشتر آزاد میکنه. دیگه لازم نیست کلی وقت صرف تحقیق بکنه. در مقابل الان میتونن وقتشون رو بذارن روی خلاقیت و امتحان کردن طرحهای نو. یعنی شما میتونی به من بگی الان چی بخرم که 6 ماه دیگه کاملا با مد روز بریتانیا منطبق باشه؟ حقیقتش روی بازار بریتانیا کار نکردم. همه اطلاعات لازم رو دارم ولی هنوز تحلیلش نکردم. پوکیمون، لیتس گو. تو اوج محبوبیت نینتندو سویچ برای طرفداراش روی این کنسول به بازار اومد با دو نسخه، Let's Go پیکاچو و Let's Go ایوی. البته فرق اصلیشون توی اولین پوکیمونیه که شما باهاش بازی رو شروع میکنید. فرق بعدیش توی پوکیموناییه که توی هر ورژن به صورت اختصاصی وجود دارن. تقریباً 2 سال پیش بود که پوکمون گو با یک ایده جدید
اومد و کلی طرفدار پیدا کرد. برعکس همه بازیایی که باید پای بساط میشستی و بازی میکردی، واسه این باید راه میرفتی. بزرگ و کوچیک و پیر و جوان شدن خاطر خواه این بازی. خیلی سریع گرفت و میدیدیم که آدما دست دست برنامه پوکیمون گیری به جماعت را مینداختن. شرکت نینتندو اصلی ترین مالک این داستانه با دوتا شرکت دیگه. این داستان تونسته تا پارسال بیشتر از 70 میلیارد دلار برای صاحباش درآمد درست کنه. یک عالم جک و جونور از دنیای یه افسانه که مال 22 سال پیشه. هر کدوم یه سری قابلیت، قدرت و ضربه های مخصوص به خودشون دارن. بعضی هاشون هم به شکل نابالغ هستن که باید توی بازی اونا رو بزرگ کنی و توی یکی دو مرحله به بلوغ نهایی برسونی که اینطوری قدرتمندتر هم میشن. از اصلی ترین روش های گرفتن و شکارشون پرتاب یه سری توپ بهشونه. همزمان با انتشار این بازی، این دستگاه هم به بازار اومده. این دستگاه چند تا کار میکنه. یه کارش این هستش که به جای کنترلرهای خود نینتندو سویچ شما میتونید از این دستگاه استفاده بکنید. یعنی منوها رو کنترل میکنه، شما میتونید باش پوکمون بگیرید. حتی برای گرفتن پوکمون و پرت کردن توپ، به جای زدن این دکمه ها میتونید عملا خود توپ رو پرتاب بکنید. برعکس نسخه موبایل که خیلی ساده است، این نسخه عین بازی‌های معمولیه که میشناسیم. یه دنیای مشخص داره. روال بازی رو میشه از روی این نقشه‌ها بهتر دید. این راه‌ها مسیر بازیه. یعنی از یه جای شروع می‌کنیم و باید به این نقطه‌ها برسیم. حتی برای حرکت سریع‌تر توی این سرزمین میشه روی بعضی از پوکمون‌هاتون سوار شید. توی راه به آدمایی برمی‌خوریم که چیزای جدید بهمون یاد میدن یا یه کارایی ازمون می‌خوان یا بهمون آیتم‌های جدید میدن. و یا باید با پوکمون‌هاشون بجنگید. و اینطوری داستان بازی به صورت خطی پیش میره. البته خطش خیلی صاف و سرراست نیست و یکم آزادی هم داری. و برعکس نسخه قبلیش پوکمون گو که توی ایران ممنوع شد، این یکی احتمالاً بازی کردنش آزاده. نینتندو سعی کرده بخش جذاب پوکمون گو رو هم یه طوری توی این نسخه حفظ کنه. راه رفتن. وقتی میرید بیرون برای دویدن و راه رفتن، نینتندو سویچ این موبایلی نیست راحت بتونید بذارید تو جیبتون رو برید. یه ذره بدباره، سنگینه. عوضش میتونید جاش از این دستگاه استفاده کنید که سبک این جا سویچی میتونید راحت با خودتون ببرید بیرون که قدماتون رو بشموره. وقتی که با دستگاهتون سینک بکنید، بابت تمام اون قدم‌ها به پوکمونتون XP و کندی میده که برای قوی‌تر کردن اون پوکمون خیلی به درد می‌خوره. یکی دیگه از اشکالاتش اینه که گرفتن هر پوکمون کنده و کلی تشریفات داره. اما طرفدارای این نوع بازی‌ها میخوان که هر چه سریع‌تر بتونن پوکمونای جدید بگیرن که امتیاز و وسایل مورد نیاز برای قوی‌تر شدن رو به دست بیارن. اما صدی که بازی با اطلاعات زیاد در مورد هر پوکمون جلوت میذاره، خیلی وقت تو آدمو کفری میکنه. انگار خیلی از جاهای بازی به خاطر نگه داشتن یه نوستالژی به نسخه‌های قبلی، گرافیک بعضی جاها رو بالا نبردن که این به بازی صدمه میزنه. دشمن‌ها هم مثل نسخه‌های قبل اصلا هوشمند نیستن. بخش آنلاین و گزینه‌های آنلاین بازی هم خیلی محدوده. همینطور موسیقی و ساند افکت بازی هم بعضی جاها انقدر آزاردهنده است که من دیدم خیلی مثل من اونها رو خاموش می‌کنن موقعی که دارن بازی می‌کنن. با همه این ایرادها گمون میکنم هنوز این بازی مثل نسخه‌های قبل میتونه آدما رو معتاد کنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی هم اونجا در دسترس هستند. همینطور میتونید با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.